آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه پنیر خانگی هستش. پنیر به شیوه های مختلفی تهیه میشه و شیر یکی از مواردی هستش که در هر روشی در تهیه پنیر از اون استفاده میشه. خوردن پنیر در صبحانه طرفداران زیادی داره و از اونجا که پنیرهایی که در شرکت تولید میشه ممکنه حاوی نمک فراوانی باشه، بهتره که پنیر رو خودتون در منزل تهیه کنید و از سالم بودن اون مطمئن بشید. مواد مورد نیاز. نیاز به شیر داریم که اینجا ما از 3 لیتر شیر استفاده کردیم. ماست، سرکه سفید و نمک. میزان ماست بستگی به میزان شیرمون داره. در قبال هر لیتر شیر 2 قاشق غذاخوری ماست داریم و 2 قاشق غذاخوری سرکه. میزان نمک هم بستگی به خودتون داره، دوست دارید پنیرتون پر نمک باشه یا کم نمک. شیر رو که داشتیم روی حرارت قرار میدیم تا به جوش بیاد. فقط باید مراقب باشیم که تا شیر سر نره. بعد از اینکه شیر به جوش اومد حرارت رو کم میکنیم و مایه رو بهش اضافه میکنیم. ماستی رو که داشتیم همراه با سرکه مخلوط میکنیم. شما به جای سرکه میتونید از آب لیمو هم استفاده بکنید و مقداری نمک اضافه میکنیم. اینا رو خوب به هم میزنیم تا یک دست بشن. بعد از اینکه یک دست شد اضافه میکنیم به شیری که به جوش اومده و حدود 6-7 دقیقه با حرارت پایین به هم میزنیم شیر رو. شیر رو به هم میزنیم تا تر نگیره. بهتره که از شیرهای محلی و پرچرب استفاده بکنیم تا پنیر بیشتر و بهتری داشته باشیم. به محض اینکه مایه ماست و سرکه و نمک وارد شیر شد، شیر شروع کرد به دنمه زدن. ما داخل مایه پنیر میتونیم زیره، سیادونه و سبزی خوشبو رو اضافه بکنیم و پنیر زیره یا پنیر با سیاه دونه داشته باشیم. به این شیر که در اومد حرارت رو خاموش میکنیم. بعد از این مرحله میام یه پارچه آماده میکنیم، یه پارچه نخی تمیز که من به شکل کیسه در آوردم اینو، یا میتونیم از یک تنظیف به استفاده بکنیم. میایم داخل این پارچه میریزیم. آب و پنیر از هم دیگه جدا بشن. بعد از اینکه ریختیم داخل کیسه میایم کیسه رو جمع میکنیم به این شکل و داخل یک آبکش قرار میدیم. میتونیم کیسه رو آویزون کنیم یا به همین شکل داخل آبکش بمونه و یک جسم سنگین، حالا هر چی که تو خونه داره، روش قرار بدیم تا 2 ساعت بمونه تا کامل آب اضافیش گرفته بشه. میزان سفتیش بستگی به این داره که چند ساعت این جسم سنگین روی پنیر بمونه. هر چقدر بیشتر بمونه پنیرتون سفت‌تر میشه، کمتر بمونه پنیرتون نرمتر و شلتر هستش. آب پنیر رو هم دور نمیریزید به خاطر اینکه مصارف زیادی داره و خود پنیر رو هم میتونیم داخل آب پنیر بذاریم و در یخچال قرار بدیم. پنیر آماده شد به این شکل.
پنیر آماده شده رو میتونیم داخل آب نمک قرار بدیم. آب پنیری که داشتیم یه مقدار نمک بهش اضافه میکنیم. میزان نمک بستگی به خودمون داره، میخوام شور باشه یا نباشه. یه مقدار شورترش میکنیم. بعد پنیر رو به قسمت های مختلفی به هر شکلی که دوست داریم تقسیم میکنیم. ببینید چقدر سفته. بعد داخل آب نمک قرار میدیم. امیدوارم این ویدیو هم مفید واقع شده باشه. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید، به کانال ما بپیوندید و